सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जा چطوری دخترم؟ خوبم. حتما دلتنگ مامانتی. معلومه. زندگی بعد از سالها منو برد پیش مامانم. وقتی عشقشو به دست آوردم گفتم همه چی درست میشه، اما سرنوشت ظلم بزرگی بهم کرد. مادرمو از من جدا کرد، یه جوری جدا کرد که نمیتونم دوباره ببینمش. من میتونم غمتو درک کنم دخترم. واسه همین اومدم پیشت تا از رفتار خودم معذرت خواهی کنم. ما اصلا انتظارشو نداشتیم، اصلا فکرشو نمی کردیم که تو دوباره بعد از فرستادن برگه های طلاق بخوای برگردی اینجا. اون برگه های طلاق و مامانم فرستاده بود، کار من نبود. فکر میکرد اگه از این ازدواج آزاد بشم حتما خوشحال میشم. منم مانعش شدم، اما اون روی برگه ها رو به جای من امضا کرد و براتون فرستاد. حتما فکر کرده این به صلاحت دخترم. مادرها هیچ وقت بد بچه هاشونو نمیخوان. شما چرا معذرت میخواین؟ در واقع من باید معذرت بخوام، اما قمبر فوت کرد و من اینجا نبودم. من حتی به بهادرم زنگ زده بودم، اما اون به من چیزی نگفت. ما فکر میکردیم که شاید تو عمدن نیومدی اینجا. نه خاله، اصلا اینطور نیست. چایی؟ موضوع چیه؟ چرا اینقدر ساکتی؟ چیزی برای گفتن ندارم. برای گفتن خیلی چیز هست، اما تو نمیخوای بگی. باشه، اگه نمیخوای حرف بزنی پس من میگم. بگو. گیتی و همینجوری که هست دوستش داشته باش. نمیشه واسه اشتباهاتش شکنجش کنی. حالا که اونو توی خونت آوردی باید ظرفیتت هم بالا ببری. یه زن مرد کم ظرفیتو توی عشق هیچی، حتی توی نفرتش هم سهیم نمی کنه. ظرفیتمو بالا بردم که برش گردونم خونه، وگرنه بعد اون کاری که اون انجام داد، اون همون کاریو کرد که از اولش میخواست. ادعای عشق اون نه، بلکه تو داشتی. این امتحان عشق تو بود بهادر. میدونی اون
هنوزم سمیر رو میخواد. میخواد دوباره برگرده پیش سمیر. من اون آوردمش اینجا. از شرایطش سوء استفاده کردم. اون مثل همیشه از همه چی خبر داره. اگه اون تو شرایط بدش منو به عنوان یه نجات دهنده دوستم داشته باشه چه سودی برام داره؟ چی به دست میارم؟ میخواستم عشقمو بهش ثابت کنم، نه اینکه مدیونش کنم. حالا چه دین فکر کنی چه عشق، گیتی الان پیش توه و برای نگه داشتنش پیش خودت تو باید همه اشتباهاتشو ببخشی. و همینطور عشق، عشق گناه نیست، این فقط احساسه. همونطور که مرد درگیر خودش میکنه، زنم درگیرش میشه. حرفای من یادت باشه. تو کجا بودی؟ خب مامان گفت برای زنده داش غذا ببرم، منم براش غذا بردم. وای اصلا تو و مامانو درک نمی کنم به خدا، اونا رو سرمون سوار کردین. از خدا به ترساب جی، اون الان عزاداره، بیچاره مامانش فوت کرده. که اینطور؟ یعنی ما خوشحالیم؟ مگه بابای ما نمرده؟ وقتی بابا مرد اون اومد به همون تسلیت بگه؟ آدم عزادارو نباید شرمنده کرد. در ضمنون در مورد فوت بابا هیچی نمیدونسته. بس دیگه، کافیه. بهتره این موضوع کش ندیم. من نمیتونم قبول کنم که اون چیزی نمیدونسته. اون زنداداش عزیزت فقط داره فیلم بازی میکنه. اصلا میدونی چیه؟ تو و مامانم دیوونه شدین ولی من عقلم هنوز سر جاشه. تو هرچی میخوای فکر کن آبجی، الکی با زنده داشت دشمنی میکنی. خدایا از دست این دختر. مامان، 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 مامان. چی شده گیتی؟ چرا غذا تو نخوردی؟ اصلا اشتها ندارم. باید مراقب خودت باشی، اینطوری ممکنه مریض بشی. تو چرا اینقدر نگران سلامتی منی؟ نگران من نباش، من لیاقت ندارم. من چند بار بهت گفتم که این حرفو نزن. تو خیلی خوبی. من چه بدیایی که بهت نکردم. باهات رفتار بدی داشتم. چقدر تو رو تحقیر کردم. تو هر کاری بکنی بازم ازت خوشم میاد، ازت متنفر نمیشم. این سخت‌ترین کار برای منه. با وجود این که برگای طلا گیتی، نمیخوام راجبش باهات حرف بزنم، اما من میخوام حرف بزنم.
میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرس بهادر. نه الان نه، اول غذا تو بخور. تو هم حتما چیزی نخوردی. اگه تو هم بخوای با هم دیگه غذا بخوری. रख दे पैमाने पे अपनों को तोलने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार تو چطور جیگرت آتیش گرفته؟ بعد از جدا شدن از من فوراً با نفیس ازدواج کردی. تو شاید اینو فراموش کردی. جای عشق اولو هیچ عشق دیگه ای نمیتونه بگیره. اما شما درک نمی کنی، چون شما هیچ وقت عاشق نبودی. آیا نکاح یه پیوند قوی آجاقم؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. یه عشق تم نکرنا یه راگ ہی لگائے دفن خود کرے پھر سوگ بھی منائے. اقبال، حالت خوبه مگه نه؟ آره من حالم خوبه. به خاطر گیتی تو فکری مگه نه؟ نمیدونم. آیا تو هم فکر میکنی من آدم بدی هستم؟ لازم نیست تو رو در واسی گیر کنی. از این سکوت جوابمو گرفتم، دیگه لازم نیست. چرا برا خاموش کن.
آقا اینجا. بشین پسرم، امضا میکنم. چای میخوری؟ نه خیر آقا، ممنونم. آقا جمیل میگفت دیروز کراچی رفته بودی. دیروز نتونستم بهتون اطلاع بدم. من به اجبار با ماشین شرکت رفتم. معذرت میخوام. نه هیچ اشکالی نداره، از اون ماشین میتونی راحت استفاده کنی. ولی اون که برای استفاده شخصی من نیست. ایرادی نداره. تا اینو بگو برای چی کراچی رفته بودی. خیر که هست؟ خیر نیست آقا. چی شده؟ آقا راستش خانم جهانا رو از دنیا رفتن. زن داداش، براتون قرص سردرد آوردم. میدونم سرتون درد میکنه. تو درست مثل قبلا نایی، اصلا عوض نشدی. بازم مراقبمی. من و داداش بهادر چرا عوض بشیم؟ شما میدونین بابا میگفت من و داداش بهادر خیلی شبیهیم. داداش بهادر وقتی رفت بهم تاکید کرد که باید مراقبتون باشم. پس شما این قرص رو بگیرین، آبم بخورین. بهادر کجاست؟ سر کاره. داداش دوباره توی شرکت باباتون کار میکنه. که اینطور؟ از کی؟ خیلی وقت میشه عمو اقبال به مراسم ختم بابا اومده بود. بعد از اون به داداش گفت که توی شرکتش کار کنه. داداش اصلا راضی نمیشد. ما خیلی باش حرف زدیم تا بالاخره راضی شد. بابا اومده بود اینجا؟ آره زن داداش اینجا اومده بود. برای همین داداش نتونست بهش نبگه. رانا چطوره؟ هنوزم از من عصبانیه؟ اون عوض نمیشه زن داداش. هنوز مثل همون روزای قبل از رفتنتونه. خب بگید من براتون غذا چی بپزم؟ رانا و جمشید با هم نامزد شدن؟ نه زن داداش، به دلیل فوت شدن بابا خاله دیگه حرفشو پیش نکشید و مامانم چیزی نگفت. یه سوال بپرسم. دیگه داداش بهادر رو ترک نمی کنی نه؟ نه. اما به نظر می رسه راه من و داداشت قرار جدا بشه. چون فقط همین یه چیز برام باقی مونده. زندگیم هیچ وقت چیزای خوب برای من نخواسته. حرفای مایوس کننده نزنی زن داداش. به خدا توکل کنین انشالله همه چی درست میشه. آقا راستش خانم جهانا رو از دنیا رفتن. تو حالت خوبه مگه نه؟ آره خوبم. داری گریه میکنی؟ نه، انگار یه چیزی توی چشمام رفته. اگه الان گریه کنی بازم تعجب نمی کنم. بالاخره با جهانارا یه نسبتی داشتی.
اون مامان گیتی بود و یه مدتی هم همسرت. بالاخره مرگ یه آشنای نزدیک چشای آدمو خیس میکنه دیگه. گیتی کجاست؟ بهادر اونو آورده. گیتی الان خونه بهادره. اون کار خوبی کرده که برگشته. اگه اجازه میدی من برم به گیتی یه سر بزنم. نه نه، نمیخواد بری. مزار خودش با غمش کنار میاد. پناه دادن تو هم دردید ضعیفش میکنه. نمیخواد بری. نرو. باشه. چی بهت بگم که چرا عشق از چشمام میاد؟ خیلی وقت با جهان را تعلق ندارم، اما یه سری پیوندا با وجود از بی رفتن بازم توی قلب آدم پا بر جا میمونه. حتی اگه بخوام از قلبم بیرونش کنم بازم بیرون نمیره. آره، به یه شرط میتونه بیرون بره که روحم از این بدن خارج بشه. گیتی، من فکر میکردم که بین من و تو دیگه همه چی درست میشه، اما نشد. خاطرات گذشتت با لحظای امروزمون بد جور گره خورده. یعنی چی؟ تو چی فکر میکنی؟ راه من و تو جدا میشه گیتی؟ شاید واسه همین تصمیم گرفتی که جدا بشی، مگه نه؟ برگای طلاقت هنوز اینجاست، ولی نمیدونم چرا جرأت امضا کردنشون رو ندارم. اون برگاه رو من نفرستادم، مامانم فرستاده بود. میدونم، ولی مادرت بدون رضایت تو که نمیتونست بفرسته. امضای تو روی اون برگه ها هست گیتی. نه، اون برگه ها رو من امضا زدم، نه اون برگه ها با رضایت من فرستاده شده. پس چی؟ پس چی؟ نمیدونم. میدونم گیتی، خیلی خوب میدونم اون چیه که به پاهات زنجیر بسته. لطف کردم و تو رو اینجا آوردم و پناه دادم. این همون چیزیه که قلب تو رو نسبت به من نرم کرده، نه؟ اما عشقت که فقط... من میفهمم که چی میخوای بگی. اون فقط یه هوس بود، یه هوس زود گذر، یه حواسی که فقط برای فرار کردن از اون خونه بود.
نیازی نیست که تو به هم امیدواری بدی گیتی. برای همچین کاری مانعت نمیشم. تو نفهمیدی بهادر، من هیچ وقت عاشق سمیر نبودم. و من عاشق من هستی؟ بگو. کسی چشماشو میدزده که از احساسش مطمئن نباشه. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زندم؟ من با آرمان یه جا مردم. پسر عزیزم اومده. وای خدا، این چه حال و روزیه که داری اقبال. میبینی پسرم از بس کار کرده به چه حال روزی افتاده؟ ازش بپرسید کجا بوده و چی کار میکرده. من تو بازداشتگاه حبس بودم دایی، از فرودگاه منو گرفت و برد بازداشتگاه. منفهم من چی دارم میشنوم؟ تو با پسر من چی کار کردی؟ چرا تو بازداشتگاه بوده؟ خدا رو شکر کنید آبجی که منور براش پرونده درست نکرد. چند روزی توی بازداشتگاه نگهش داشت و امروز خونه آوردتش. اگه کسی دیگه یه همچین جرمی مرتکب میشد، تا الان براش حکم صادر شده بود و سخت مجازات میشد. آخه پسر من چی کار کرده که شما دوتا این کار رو باهاش میکنی؟ منور به آبجی بگو. چی بهتون بگم؟ کدومشو بهتون بگم؟ از شرکت داداش 2 میلیون دزدی کرده. گفته میره مالزی اما رفته دبی. اونجا داشت عیش و نوش میکرد. مزخرف میگه، داره دروغ میگه. من اصلا دبی نرفته بودم، من مالزی بودم. به خاطر کارهای شرکت رفته بودم اونجا. دزدا به هم حمله کردن و من همه چیو. دروغ سرهم میکنی؟ اونم به من؟ به افسر پلیس؟ از این شجاعت تعجب میکنم. منور اگه داره میگه رفتم مالزی، بدون که 100% رفته مالزی. پسر من دروغ نمیگه. من اول تحقیق کردم، بعد تو فرودگاه گیرش انداختم. خدا رو شکر کنید داداش ازش شکایت نکرده. دلش براش سوخته. وگرنه تو اینجور پرونده ها مجرم بیشتر از 10 سال زندونی میشه. میدونید چرا داداش شکایت نکرده؟ چون آبروی خانوادمون به خاطر این لکه ننگ از بین نره. من که خیلی ناراحت شدم آبجی. الان خدا رو شکر میکنم که گیتی رو بادار به ازدواج با این نکردم، وگرنه هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم. یالا معذرت بخواه، فورا معذرت بخواه. زود باش. عذرخواهی لازم نداره، اصلاح شدن لازم داره. من که این رو از شرکت اخراج کردم، حالا اگه میخواد توی این خونه ببونه پس باید راه و روشش رو عوض کنه، وگرنه تصمیم بدتر از اینم میتونم بگیرم. معذرت بخوام، روی پای دایید بیافتم. معذرت بخوام. زود باش. من عذرخواهی نمی کنم. اقبال من خیلی شرمنده‌ام. حتی فکرشم نمی کردم که این همچین کار زشتی رو میتونه انجام بده. من از تو معذرت میخوام. نه آبجی، شما چرا منو شرمنده میکنید؟ شما فقط حواستون به ظفر باشه. برید برید.
کدوم لباستو میپوشی؟ من مرد حاضر کنم. نه، خودم میتونم حاضر شم. چی شده بهادر؟ خیلی هدیه‌های دوست داشتن داشتی، حالا الان دیگه به من و حرفام اهمیت نمیدی. من نمیخوام که تو مدیونم بشی و روی تصمیم تأثیر بذاره. بهتره به ندای قلبت گوش بدی. آزادی هر تصمیمی خواستی بگیری. آزادم؟ آره؟ خیلی بهش فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که به زور نمیتونم تو رو تو این پیوند ازدواج نگه دارم. اگه میخوای این ازدواج اجباری رو از بین ببری و بری پیش سمیر، پس تو رو آزاد میذارم. هر کاری که بکنی من قبول دارم. پس تو میخوای بیرونم کنی؟ نه، نمیخوام این کارو بکنم. اما دیگه نمیخوام به زور تو رو اینجا نگه دارم. بهادر تو چقدر عجیبی. الان یادت اومد که رضایت منم مهمه؟ وقتی بابا ما رو به زور به عقد هم در آورد و تو من آوردی اینجا، من چه حرفایی که بارت نکردم، اما تو شب و روز از دوست داشتنت حرف میزدی بهادر. یادت اومد؟ تو دوست داشتن تو به من تحمیل میکردی. اون موقع رضایت من یادت نبود نه؟ اون موقع به خاطر حس دوست داشتن ناچار بودم، ولی دیگه خوب فهمیدم آدم میتونه عاشق یکی بشه، ولی نمیتونه به زور یکی رو عاشق خودش بکنه. حسابی فکر کن. تا وقتی به تصمیم قطعی نرسیدی میتونی اینجا بمونی. نمیذارم احترام و جایگاه تغییر کنه. و اگه میخوای بری، پس با احترام بدرقت میکنم. من نمیرم. نیازی نیست احساساتی بشی. با فکر رو دقت تصمیم بگیر. گیتی با شوهرش برگشته خونه‌شون. رضای خداوند به همین بوده. آخه چرا رضای خداوند همیشه باید تو شکست من باشه؟ نمیدونید که مادر جون به چه سختی رومینا رو قانع کردم. اون چرا همچین واکنشی نشون میده؟ اون که هیچی رو نمیدونه. منو اسیر عشقت کردی و خودت میخوای از این عشق فرار کنی. یاره گیتی با من تماس گرفته بود؟ چرا هی بهم زنگ میزنی و اذیتم میکنی؟ توی بازی عشق تو من دوباره شکست خوردم. من خیلی وقت پیش از این حرفا بهت زدم. هرچی هم بوده مال گذشته بوده. دیگه هم بهم زنگ نزن. اما گیتی لطفاً یه بار همدیگه رو ببینیم. من میخوام همه چی رو بهت توضیح بدم. سریال های محبوب خود را فقط در دیدی تیوی تماشا کنید.